تهران روز سه‌شنبه در دومین روز از برگزاری نشست فصلی شورای حکام بار دیگر مواضع پیشین خود را تکرار و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در این روز اقدامات ایران را نگران کننده خوانده و در بیانیه‌هایی تأکید کردند که جمهوری اسلامی به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای احیای برجام به اقدام‌های تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی اصرار دارد که توافق پایدار بدون حل مسائل پادمانی و بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک ایران ممکن نخواهد بود. توافق بازگشت به برجام پس از درخواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک بار دیگر در وضعیتی بلا تکلیف قرار گرفته، اما درخواست تهران در این باره همچنان ادامه دارد. شورای حکام 16 خرداد ماه قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی و آمریکا را با اکثریت قاطع تصویب کرده بود. قطعنامه‌ای که هشدار می‌داد ایران باید فوراً به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 3 سایت مشکوک پاسخ دهد. در دیدگاه همراه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، جزئیات نشست شورای حکام در رابطه با پرونده ایران را بررسی می‌کنیم و از نتایج احتمالی آن می‌پرسیم. آقای غفوری، ابتدا از دستور کار نشست فصل شورای حکام در رابطه با ایران برای ما بگید. چه نکاتی مورد شور و بررسی اعضا قرار گرفته؟ این نشست فصلی شورای حکام آژانس از هر 3 ماه یک بار برگزار میشه و هر دفعه یک آجندای دستور کاری داره. خب در سالیان سال گذشته ایران همیشه جزو دستور کارش بوده، کره شمالی و همین صورت و اخیراً اوکراین بهش اضافه شده. مسائل مهمترین مسائل صحبت‌های این یک هفته هستن. در مورد کره شمالی مسائل پادمانی است، در مورد اوکراین نیروگاه زاپوروژیا است که به هر حال الان نیروهای روسی و اوکراینی در اونجا با هم دیگه درگیری مسلحانه دارن و خود این مسئله باعث نگرانی آژانس شده. در مورد ایران اما 2 موضوع متفاوت وجود داره، یعنی 2 بندی از آجندا یا دستور کار این هفته آژانس رو تشکیل میدن. یکی مسائل پادمانی است بر مبنای NPT که بررسی میشه و دومی هم ذیل قطعنامه 2231 یا ساده‌تر بگیم همون برجام گزارش مدیر کل آژانس بررسی میشه که جمهوری اسلامی تا چه حد به تعهدات خودش ذیل برجام پایبند بوده. بنابراین از دوشنبه تا جمعه اینها در دستور کار است. دیروز روز سه‌شنبه مسئله مربوط به ایران اولیش آغاز شد بحثش و انتظار میره که تا جمعه مسئله ایران هر 2 مسئلهش بررسی بشه و طرفین اظهار نظرهای خودشون رو علنا ارائه بکنن. 2 موردی که گفتید در رابطه با ایران مطرح شده، چه واکنش‌هایی از جانب کشورهای عضو شورا به دنبال داشت آقای غفوری؟ تا اینجای کار ما با بیانیه ها روبرو بودیم. شورای حکام غیر از این که میتونه بیانیه بده، کل شورا اعضا هم جداگونه میتونن بیانیه بدن. البته اعضای خود شورای حکام که 35 عضو داره میتونه قطعنامه هم صادر بکنه، اما اعضا میتونن به صورت جداگانه یا در پیوند با هم دیگه به صورت ائتلاف بیانیه بدن. ما تا اینجا بیانیه آمریکایی ها رو داشتیم، به نوعی ملامت کرده جمهوری اسلامی رو در مورد اینکه با آژانس همکاری کافی نمیکنه، چه در مورد برجام و چه در مورد بازرسی های لازم برای مسئله سیفگارد یا پادمان آژانس. بیانیه اتحادیه اروپا رو هم داشتیم و به این نظر میرسه که 3 کشور اروپایی عضو برجام هم به صورت جداگانه میخوان بیانیه بدن، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا. اونجوری که برمیاد تا اینجای کار ظاهرا هنوز صرفا واکنشا به بیانیه های کشورها محدود شده. البته هنوز 2 روز و نیم تقریبا الان که داریم صحبت میکنیم، نیمی از 4 شنبه گذشته و هنوز 2 روز و نیم از جلسه آژانس مونده، بستگی داره تصمیم های سیاسی تا حد زیادی به اینکه طرفین احساس بکنن چه واکنشی هم میتونن از طرف ایران بگیرن. پیش بینی شما چیه آقای غفوری؟ فکر میکنید شورای حکام آژانس چه تصمیمی درباره ایران خواهد گرفت و دیگه اینکه آیا این تصمیم ها ضمانت اجرایی خواهند داشت؟ ببینید، آژانس شورای حکام تنها میتونه
بیانیه و قطعنامه بده. بنابراین اگر قطعنامه ای صادر بشه به مانند آنچه 3 ماه پیش در ماه ژوئن صادر شد، اون وقت موضوع جدی تر است. اگر قطعنامه صادر نشه و صرفا به اظهار نظرهای این هیئت و آن هیئت کشورها بخوام بسنده بکنن، نشون میده که اراده ای برای صدور قطعنامه وجود نداره، به خاطر اینکه احتمالاً نمیخوان جمهوری اسلامی واکنش هایی از دست آن چیزی که دفعه قبل انجام داد رو تکرار بکنه، چون دفعه قبل بیش از 20 دوربین آژانس رو واکنش به یک قطعنامه شورای حکام قطع کرد، دسترسی بازرسان رو قطع کرد و الان دیگه اونها دسترسی ندارن. این هراس وجود داره که تصمیم های از این جنس بگیره. اما اینکه آیا تصمیم های شورای حکام ضمانت اجرایی دارن یا نه، ببینید شورای حکام خودش میتونه قطعنامه بده ولی در واقع نمیتونه یقه اون کشور رو بگیره به زبان ساده و مجابش کنه که خواسته هاشو انجام بده. اون نهاد بین المللی که میتونه این کار رو بکنه شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. شورای حکام خودش به شورای امنیت و به مجمع عمومی سازمان ملل 2 گزارش جداگانه میده، به صورت سالانه به صورت فصلی. در مورد ایران مهمش اینه که شورای حکام در واقع به نیابت از اون دبیر کل که الان آقای رافائل گروسی است 2 گزارش باید به شورای امنیت بده. یکی در مورد برجام که بگه چطور جمهوری اسلامی داره اونو اجرا میکنه و آیا تخطی میکنه یا نه، و دومی در صورت تخلف از مفاد NPT به عنوان خطر برای صلح جهانی میتونه این گزارش رو بده. بنابراین زمانی میاد صحبت از ضمانت اجرایی میکنیم که این قطعنامه ها، این پرونده از شورای حکام منتقل بشه به شورای امنیت و اونجاست که وقایع جدی تری ممکن اتفاق بیفته. فکر میکنید با توجه به صحبتاتون در روز پایانی این نشست قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه آقای غفوری؟ کمی بعید تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم. دلیلش هم اینه که برای قطعنامه یکی از کشورهای عضو، یعنی یکی از 35 کشور عضو، باید یک درافت یا پیشنویس بنویسه. در واقع اون میشه کشوری که ابتکار عمل به خرج داده و اون درافت یا پیشنویس رو بیاره به رؤیت سایر کشورهای عضو برسونه، اونها ملاحظاتشون رو بگن و اگر احساس کرد که پشتیبانی برای این قطعنامه داره در دستور کار شورای حکام قرار بده. تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم با توجه به پرسوجوهایی که من هم کردم از چند هیئت مختلف، با توجه به گزارشایی که تا الان آمده بیرون، هنوز کشوری داوطلب نشده که چون این درفتی رو بنویسه. تا حد زیادی هم برمیگرده به زور و قدرتی که کشورهای پنج قدرت‌های جهانی در واقع دارند در شورای حکام، یا خودشون معمولا اینجور قطعنامه ها رو پیشنویسش رو مینویسن، یا اینکه اگه نخوان نوشته بشه معمولا یک اشاره پنهان و نادیده‌ای میکنن به سایر کشورها که اونها هم دست به کار نشن برای نوشتن درفت ها. برای همین من فکر می‌کنم اگر تا امروز این دیده نشده، احتمال اینکه یک درفتی یا پیشنویسی رو ما در ساعات آینده یا 1-2 روز آینده بیایم بذاریم رو میز اعضا بسیار بسیار کم میشه، هرچی که میگذره کمتر میشه، به خاطر اینکه اون هم یک روند اداری خاص خودشو داره. مگر اینکه جمهوری اسلامی در همین 1-2 روز حرکت خیلی عجیب غریبی بکنه که اونها بخوان قطعنامه بدن از جمهوری اسلامی، خب حالا چیز هیچی بعید نیست. شما اشاره کردید که ممکنه در این نشست بیانیه صادر بشه یا قطعنامه. برای ما بگید آقای غفوری چه تفاوتی بین این دو وجود داره؟ یعنی قطعنامه با بیانیه چه فرقی با هم دارن؟ قطعنامه در واقع ترجمه رزولوشن هست به انگلیسی، به نوعی جدیت بیشتری داره و یک خواست مشخص داره و این قطعنامه ثبت میشه و باید در جلسه بعدی شورای حکام پیگیری بشه. یک نسخه از قطعنامه هم اتوماتیک میره به نهادهای بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اختیار اعضا قرار میگیره و شورای امنیت. بیانیه یا همون استیتمنت به انگلیسی، این از نظر جدیت یه مقداری میزان پایین تری داره، به نوعی توصیه هست، یعنی توبیخ یا اختاری توش نیست، بیشتر توصیه آمیز داره. بیانیه ها خیلی جدی گرفته نمیشن، معمولا کشورها هم جدیشون نمیگیرن. کشورهایی مثل ایران یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی که خود قطعنامه ها رو هم معمولا جدی نمیگیرن، در واقع طریق اولا بیانیه رو اصلا جدی نمیگیرن. بنابراین اگر صرفا به بیانیه محدود بشه نشست این فصل شورای حکام، ما میتونیم رسما بگیم که نتیجه خاصی نداره و احتمالاً فشار خاصی هم به جمهوری اسلامی نمیاره. در آخر آقای غفوری، در صورتی که پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران
به شورای امنیت بره، معادلات این میان چه تغییری خواهد کرد؟ اگر پرونده بره به شورای امنیت به دو صورت ممکنه بره. یکی ذیل MPT است که اون وقت یک پرونده جدیدی رو کلا بررسی میکنن، یعنی بررسی میکنن که چرا ایران جواب نداده به سوالای آژانس و اون اورانیومی که در 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد سوال آژانس هست الان کجاست. در اون صورت تصمیم میگیرن. ولی کار ساده ترش که وتو پذیر نیست برمیگرده به مسئله مکانیزم ماشه سنپک. همین الان ذیل برجام یک مکانیزمی وجود داره که جزء استثناءات تصمیم‌های شورای امنیت است. اگر یکی از طرفین برجام، حالا اگه آمریکا رو بذاریم کنار، سه کشور اروپایی برای مثال یکیشون، به این نتیجه برسه که ایران نقض فاحش برجام کرده، میتونه این رو به شورای امنیت گزارش بکنه و به طور اتوماتیک در یک روندی که خیلی هم پیچیده نیست، ظرف مدت حدود 2 ماه تمام تحریم‌های پیشین، یعنی پیش از قطعنامه 2231 برمیگردن. شاید شنوندگان دقیق ندونن که اون تحریم ها چی هستن. الان ما با تحریم های یک جانبه آمریکا مواجهیم. پیشتر تحریم ها بین المللی بودن، یعنی خود شورای امنیت اتحادیه اروپا به صورت جداگانه تحریم کرده بودن. مثلا ذیل یکی از قطعنامه ها به اسم 1929 کل کشورهای دنیا موظف بودن که هر گونه بار رو به مقصد ایران یا از مبدأ ایران بازرسی بکنن. خیلی قوانین سفت و سختی داشت، مثل بازرسی های دریایی، بازرسی های هوایی و مواردی مانند این. اینها ممکنه برگرده، وگرنه اینکه بخوان ذیل MPT پرونده رو بفرستن به شورای امنیت، احتمال زیاد با وتوی چین و روسیه، اونم در این شرایط مواجه میشه. تنها چیزی که وتو پذیر نیست و جمهوری اسلامی ازش ممکنه بترسه، مکانیزم ماشی اسنپ‌بک هست که 6 قطعنامه پیشین از جمله 1929 که بهش اشاره کردم برمیگردونه و مهمتر از اونها ایران رو ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار میده که خطری برای صلح و امنیت و ثبات جهانی شمرده خواهد شد. ممنونم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.